بنام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان میگوید که رهبری امارات اسلامی بر رفاه مردم متحد است و تلاش‌ها جریان دارد تا مشکلات موجود در عرصه تحصیل و کار زنان حل شود و نیز روی یک کارشیوه معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی کار جریان دارد. مارک سپوتزل نیز خواسته جهانی را مطرح کرده و تاکید کرده است که من کار زنان بحران بشری را عمیق‌تر و افغانستان را منزوی‌تر می‌سازد. در این دیدارها درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز صحبت شده است. در تحول امشب در همین رابطه با مهمانانم بحث خواهم کرد، اما در نخست توجه کنید به گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کرده. افغانستان در صورت ادامه منع کار و تحصیل زنان بیشتر منزوی خواهد شد. بخش سخنان معاون دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان با سرپرست وزارت امور داخله. مارکوس پوزل در دیدار با سراج الدین حقانی نسبت به عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان و نیز در صورت ادامه وضعیت موجود در افغانستان هشدار داد. خواست جامعه جهانی از حکومت سرپرست مبنی بر رفع محدودیت آموزش و کار زنان و دختران با رهبران حکومت سرپرست شریک ساخته شد. منع کار زنان بحران بشری را عمیق‌تر می‌سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می‌کند. در این دیدار درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز بحث شد. سرپرست وزارت امور داخله اما تاکید کرده است که رهبری امارات اسلامی بر رفاه مردم متعهد است و تلاش جریان دارد تا مشکلات موجود در عرصه تحصیل و کار زنان حل شود و نیز روی یک کارشیوه معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی کار می شود. دنجونو د زده کړو په برخه کې خپل اندیښنه د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب سره شریک کړه. د کورنۍ چارو وزیر وویل د اسلامی امارت رهبری د ولس د رپا او خیر لپاره ژمن دی، د ستونزو د هواری لپاره هر اړخیزی هڅې روان دي. با این حال آقای پودزل با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز در مورد آسیب‌های احتمالی که در نتیجه منع دختران و زنان از آموزش و کار به افغانستان وارد خواهد شد صحبت کرده است. پودزل با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرا نیز نگرانی جهانی را از محرومیت زنان و دختران به کار آموزش شریک کرده است. صحبتایشان مثمر بود و جامعه جهانی هستند، به هر صورت تاثیرات خود داره، به خاطر از اینکه ما هم در امی جامعه جهانی زندگی میکنیم، از این جدا شده نمیتانیم تا که با هم تعاملاتی نداشته باشیم، مشکلاتی که دیگر احساس کرده نمیتانیم، بناهن تاثیرات خوب داره و نتایج میتونیم. همزمان دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید منع کار زنان کمک رسان زندگی 28 میلیون افغان را که برای زنده ماندن در شرایط قحطی، رکود اقتصادی، فقر و زمستان به کمک نیاز دارند با خطر روبرو می‌کند. افغانستان یو بیچاره ملک دی، یو ډیر منزوی یو ملک دی. موږ افغانان باید دغه ته متوجه سو چې زموږ مشکلات زموږ خپل دي. اغه مشکلات چې جوړ شوی دی په افغانستان کې، اغه مشکل افغانانو جوړ کړی دی، زموږ حکومتونو جوړ کړی دی، او موږ باید د خپل حکومتونو غریوان ونیسو او خپل مشکلات په خپل فیصله کړو. بدن بال من کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی و بستن دروازه های پوهنتون ها برای دختران، جامعه جهانی نگرانی عمیق خود را نسبت به این تصامیم اعلام کردند و نیز بیشتر از نیم از مؤسسات امدادرسان کارشان را در افغانستان متوقف کردند. دیدار پودزل با رهبران امارات اسلامی در حال صورت گرفته است که قرار است مارتین گریفز رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل نیز برای دیدار و گفتگو با مقام‌های امارات اسلامی به زودی وارد کابل شود. باز هم خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقای اسحاق اطمر آگاه روابط بین الملل از آلمان، آقای عبدالجمیل شیرانی آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو و همچنان آقای رحمت الله حسن آگاه روابط بین الملل از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بحث خوش آمدید میگم. اطمر صاحب بیرزا بتن، در نخست بحث با شما آغاز بکنم. این روزها سازمان ملل
سرگرم دیدارها و گفتگوها با مقامات مختلف حکومت سرپرست در رابطه به نگرانی های اخیر که در قسمت کار و تحصیل زنان وجود داره مصروف است و گفته میشه که محور تمامی بحث‌هایش همین موضوعات بوده. آیا فکر میکنین که تصمیمایی که گرفته شده تغییر پذیر باشه و هم شاهد ازی باشیم به این زودی ها که حداقل یا این تصمیم ها تغییر بکنن یا لغو بشن؟ تشکر احمدی صاحب، بر شما سلام، بر آقای حسن سلام و بر شهرانی صاحب و همچنین همکارای تکنیکی شما و تمام بیننده عزیز. افغانستان در یک مقطع بسیار حساس خود قرار دارد. از یک طرف فقر، بیکاری، قدسالی، خشکسالی، تمام موارد و نگرانی های است که افغان ها را متوجه خود ساخته و امکاناتی که دنیا در طی چند سال گذشته به افغانستان داشتن نتوانسته که افغانستان از این بحران بیرون بکنند. و امروز هم دنیا در تلاش ازی است که هر نظامی که در افغانستان است باید اون نظام یک نظام مشروع باشه، نظام پاسخگو به خواستهای مردم باشه، نظام باشه که در اونجا همه مردم خود را ببینن. و بحث سر یک گفتمان هم یک بخش ضروری و حتمی است که یعنی افغان ها مشکلات خود شناسایی بکنن و سر زو بحث بکنن و رای حل های را به زو جستجو بکنن. همچنین تشویشی است که اگر به طور مثال کمک ها قطع شوه همکن قرار احصائیه که ما از رسانه ها میگیریم 86% کمک ها متوقف است، 86% ایرمی محصاب کارهای خود توقف داده که مستقیما سر زندگی مردم تاثیر گذار است. بله، پرسش ما این بود اتمر صاحب که آیا فکر میکنین که تصمیمایی که در قبالش باعث شده حتی کمک ها تنزیل بیابه آیا فکر میکنین که برگشت پذیر باشه و هم تغییر بکنه به این زودی ها؟ خب در مجموع قاطع گفته نمیتونیم. اگر فکر طالبا یک فکر ایدئولوژیک باشه که اینا عقب نشینی نمیکنن و او به این صورت اگر کل مردم افغانستان هم از گشنگی بمرن بر از اینا به تفاوت است و من گمان نکنم در هیچ نوع نظام اسلامی قربانی دادن مردم به خاطر مسائل ایدئولوژیک خود ای جواز باشه، ای روا نیست. در هیچ جای دنیا اینطور نشده که مردم به گروگان گرفته شده باشه به خاطر مرام های ایدئولوژیک. ولی اگر طالب ها بخواهن که واقعا اینجا همون چیزی که هم به اصطلاح مردم لال به دست باید و هم دلیار نرنجد اینا کار بکنن دیگه او در اون صورت خط اسلام بسیار واضح است و در اونجا همه چیز واضح شده. عاجب به تفسیر دیگر نیست، عاجب به قرائت دیگر نیست. اینمی قرائت شریعت آیت و سنت و حدیث است و این علمای اسلام از 1400 سال تا به امروز هم تفسیر کردن، هم توجیه کردن، هم سرزی بحث کردن. و افغانستان هم در 1400 سال کشور غیر اسلامی و کافر نبوده. همیشه رژیم هایی که اینجا آمدن قوانینی که ساختن گفتن که قانون ما یک قانون اساسی اسلامی است و در مقابل اسلام از هیچ معامله اینا چی نکردن که با شریعت اسلامی اینا معامله کرده باشند. و ما این رژیم ها را در گذشتم دیدیم و حالی هم دیدیم. ولی اگر نظام کنونی طالب ها بخواهد که این را تغییر بده من فکر میکنم در این موقعیت درست هم نیست، از این زیانش بیشتر است تا اینکه ثوابش. من فکر میکنم که بهتری خواهد بود که اگرای معقول انتخاب شود تا که هم مؤسسات خارجی اینجا کار خود آغاز بکنن و مردم هم درس و تعلیم خود بخوانن و طالب ها هم یک حکومت مشروع داشته باشند که او از پشتیبانی مردم برخوردار باشه. تشکر، سپاسگزارم حسن صاحب. شما را
به بس خوش آمدید میگم. سرپرست وزارت امور داخله در دیدار امروزش با معاون سازمان ملل در کابل میگه که حکومت تلاش میکنه که برای رفای مردم حداقل راههایی را پیدا بکنه و همچنان در قسمت تحصیل کار و تحصیل و کار زنان هم یک کارشوی معقول را در چارچوب شریعت اسلامی پیدا بکنه. چقدر واقعا میتونیم امیدوار باشیم؟ السلام علیکم. سلام برای همه کسایی که ما را میشنوند و مهمان عزیز. طالب ها اگر با واقعیت اصل یک دولت اسلامی است، قوانین و شریعت اسلامی را میخواهد در جامعه افغانستان تطبیق بکنه، ای عمل کردی از یا در مورد مکاتب خانم ها و کار نکردن خانم ها، آیا عملی را که یا ممانیت را که یا کردن با شریعت برابر است؟ از نگاه از که تمام دنیا و علمای دنیا و خود طالب ها ایره بکرات ذکر کردن، تحصیل خانم ها و کار خانم ها در شریعت اسلامی هیچ نوع ممانیت ندارد. حداقل حسن صاحب در داخل هم گفته نشده که کار خانم ها یا تحصیل خانم ها در تضاد با شریعت است، گفته شده که وضعیت نامناسب است یا حداقل اختلاط فضای کاری یا موجود نبودن صنوف جداگانه درسی باعث شده که همچون یک تصمیم گرفته شود. در کنار از اوی بحث قطعی نیز گفته شده که تا تصمیم بعدی باید مردم منتظر باشند. به خاطر اینکه یک شرایطی را که مناسبی را که یا میخواین ایجاد بکنن، نظر به شریعت اسلامی، قوانین اسلامی و فرهنگ افغانی تطبیق شود، روی از این کارا جریان داره. و بنان طالب ها اگر میخواین برای مردم افغانستان نظر نیک داشته باشند، مردم افغانستان در این شرایط وضعیت ناگوار اقتصادی که در افغانستان جریان داره، اگر میخوان این را حل بکنن و عصری وقت این مسئله را حل بکنن، مکاتب دختران را باز بکنن، خانم ها را اجازه بدن کار برود. اکثریت فامیل هایی که بی سرپرست هستن خانم ها کار میکنن و به حقوق ناچیزی که میگیرن یا زندگی میکنن. یا یک کار سریع و جدی باید در این عرصه خانم ها اجرا بکنن. یعنی ممانعیت شریعت اسلامی نداره، بنان اجازه بدن خانم ها کار بکنن و درس بخونن. یک بخش بود و به زودی ها طالب ها شاید در این مورد تصمیم بگیرن. فشار جامعه بین المللی و جامعه داخلی هم در ارتباط بالای طالب ها زیاد شده. یکی از عوامل شمیست که از 14 دسامبر به این طرف کمک های 40 میلیارد دلاری به افغانستان نامده، قیمت دلار هم در بازار مارکت افغانستان بالا رفت، از 90 بالا شده. اگر یا این شرایط آماده نکنن و سات خارجی از آن رفتن از افغانستان است، کمک هایی را که برای مردم بی بضاعت میکردن اون کمک ها قطع شود و از اقتصاد افغانستان خیلی بحرانی میشه، وضعیت خیلی زیاد دردآور میشه برای مردم افغانستان. بله. یک مبحث را آقای اتمر مطرح کردن، گفتن که برای حکومت دارا زیاد مطرح نیست که مردم در چه وضعیت قرار دارن، عمل کرد و محکم کردن سیاست های خودشان بیشتر مطرح کار است. نمیبینید او یک بخش است، ولی بخش دیگه که ما شما میبینید طالب ها هر چیز از نگاه دین، مذهب، قرآن و شریعت میبینند. مخالفت های شرعی در این مورد وجود نداشته باشند و اجرا میکنند تا یک فضای فرهنگی را که باید ایجاد بکنند. ببینید یک ما باید اعتراف بکنیم طالب ها افراد دهاتی هستند، بچه های اطراف هستند، کسایی که از اطراف آمدند در شهرهای بزرگ، این تضاد فرهنگی برشان خیلی زیاد مشکل ساز است. تا یا بتانند با این فضای فرهنگی بازی که در کابل، هرات، قندهار، جلال آباد و شهرهای بزرگ افغانستان یا عادت بگیرند، آماده شوند، یک زمان کار دارند. تشکر. قبلا در زمان مجاهدین هم عین چیز بود. وقتی که مجاهدین در کابل آمد، اینمی تو عکس العمل ها را در وقت زمان از وام شروع کرده بودن. بسیار تشکر. ادامه یه تحول پس از وقفه. بازم خوش آمدید شیرانی سب، شما رو به تحول خوش آمدید میگم.
یک آمار را اتمر صاحب ارائه کردن که حدود 86% کمک های جامعه جهانی به افغانستان تنزیل یافته. در کنار از او سازمان ملل میگه که من کار زنان کمک رسانی را در افغانستان محدود ساخته و زندگی 28 میلیون افغان را با قحطی نزدیک ساخته. مسئولش کی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاست و جناب اتمر صاحب تا و جناب حسن صاحب تا و در آریانا نیوز شول و لیدونکو و ویدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. رازو دوته چی دغه د نړیوال و مرستې یا کومکونه که چیری د ټولو هیوادونو سره د هر هیواد سره خصوصا د افغانستان سره بلا قید او شرط وي، نو هغه مرستې تر یو حده پورې هغه د خلکو دپاره مومید یا مفید تمامه شي، او که چیری همیشه مرستې کومکونه د نړیوالو که هغه په اوس شرایطو کې وي که مخکې له دې نه وه او که په راتلونکي کې وي، دغه مرستې او دغه کومکونه د مشروط کړی سي، بیا دغې خلکو دپاره د ولسونو دپاره د وګړو د یو ملک د وګړو دپاره دا دومره مفید او مثمر نه تمامېږي، ځکه چې دغه هغه وخت مثمر تمامېږي چې دغه مرستې که دوی چېرې نړیوال له یوې خوا نړیوال دغسې نارې وایي چې په افغانستان کې قحطي ده، وچکالي ده، اقتصادي بحران دی، دوی دوی ته ډېره غټه لمن وایي او ډېر لابي کوي، له بلې خوا وایي چې د تقریبا 15 میلیونه کله 40 میلیونه کله 30 میلیونه خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بیا راځي خپل مرستې څنګه کوي مشروطي کوي. نو که چیرې ستاسو سره د بشر منظور شما از این مشروط بودن چی از شیرانی صاحب؟ اگر مشروط ساختن کمک‌ها را بر اساس ارزش‌های انسانی ساختن، چیز نامیمون از افغانستان خواسته نشده؟ راځو دیده ګوره دغه په هر وخت او زمان کې چې کله یو ملک ته یا یو هیواد ته چې هغه خپلواک وي، خپل حکومت ولري، خپل آزادي ولري، خپل حکومت، د هغې سره که څوک نړیوال مرستې په دغه شرایطو کې چې ته به زما خواسته منې، زما شرایط به منې، زما په خواستو به ده یا د پذیرفته نمی خواسته، چی مشکل است؟ مشکل ګوره مشکل دلته دغه دی چې مشکل که چیرې ته د دوی خواستې ومنې، د دوی ټول غوښتنې به هغه که بیا مشروع وي که غیر مشروع وي ته به بیا دا منې، که یو ځل د ستا یوه غوښتنه د خارجانو ومنله بیا به هغه پر تا باندې ټولې غوښتنې هغه مشروع وي. اوس مشروع غوښتنې مونږ هم وایو چې د تعلیم د ښځو حق دی، هغه که نړیوال ووایي که ونه وایي، مونږ خپل افغانان د دې طرفدار یو چې زموږ از خویندې ده، زموږ لونه ده، زموږ مورګانې ده، تعلیم وکړي، کار ده وکړي، خود د چیش کې د اسلام په چوکار کې، لکه کوم چې اسلامي امارت وایي. اسلامي امارت خو ګوره له لویه سره د خبره نه ده نفي کړې چې موږ د نجونو د ښځو د تعلیم سره مخالف یو، موږ د ښځو د کار سره مخالف، خو دوی وایي چې موږ د دې دپاره یو بستر جوړوو، یو آرامه فضا جوړوو چې په هغې فضا کې موږ وکولی شو چې زموږ خویندې په ډېر عفت عزت سره وکولی شو چې ان تعلیم وکړي، ان د کار زمینه ورته برابره شي. نو راځو دوی ته موږ په خپله په بار بار په دغه اوسني امر باندې چې اوس امیر مو کسه درې قسمت مشکل نداره شیرونی صاحب، اما زمانگیر شدن این می دیدگاه که گفته میشه ما فضا را ترتیب میکنیم، فکر نمیکنین که اعتبار از بین میبره؟ خب دغه خب موش با بار بار ده خبر اسلامی امارت ورته کړی پشپاړ میاشتو کې تاسو اقلا ده کار په یوه میاشت کې هم کیدلی شوی، په دوه میاشتو کې هم کیدلی شوی، د وخت تاسو عجله وکړئ، تاسو که هر رقم چارچوب جوړوئ د اسلام په چوکاټ کې برابر د اسلام د اصولو سره برابر، خو اوس دغه د تعلیم د لوړو زده کړو وزیر صاحب یا کابینې زده فیصله کړې وي دغه معطلول د زده کړو دغه رای حل نه وه، رای حل دغه وه چې د دې دپاره ځان ته هغه خو زموږ بعضي خویندې اکثریت خو زموږ ښځې زموږ خویندې زموږ میندې ټولې با حجاب دي، نو که محدود شکل ښځې هغه بې حجابي کوي یا پروژهیي وي یا هغه د اسلامي امارت اوامر نه مني، الهي اوامر نه مني، د هغې دپاره رای حل دا وایي چې د هغې دپاره توصیه شوې وای، د هغې دپاره اختاریه ورکړل شوې وای، د هغې دپاره که هغه بیا نه وای منلي بیا هغه محدودې ښځې اخراج شوې وای، نو دا نه شي د پوهنتون دروازې ته وتړي. د پوهنتون سوال ما بازم تکرار میکنم شیرونی صاحب، 28 میلیون افغان بر اساس آمار سازمان ملل از کمک های بشر دوستانه محروم شدن و قرار است در شرایط قحطی قرار بگیرن بر اساس این تصمیم های اخیر، مسئولش کی است؟
مسئول خو ګوره دغه مرستې خو ما تا ته مخکې ویل که چیرې زموږ هیواد ته لیا هر هیواد ته وي خصوصا افغانستان ته اسلامي امارت ته دغه مرستې مشروطې وي به بحث مشروط بودن به کنار حالا به هر حالش به افغانستان همی کمک ها میآمد حتی همون بسته های 40 میلیونی هم گفته میشه که در حال حاضر متوقف شده که بسیار میتونه اقتصاد افغانستان ضربه بزنه 28 میلیون افغان به خاطر دو تصمیم اخیر قرار است که با قطعی مواجه شوند مسئولش کی است ګوره دغه مسئول د دغه فیصلو دغه د یو حکومت هغه خپل داخلي موضوع ده خپل داخلي موضوع کې چې څوک د خپل خلکو د خپل وګړو د خپل حکومت دلته مسئول دی چې د چا ته د چا نه د چا باندې دروازې د تعلیم تړي دغه د پاره خدمات وړاندې کوي دغه د پاره خدمات د کار زمينه برابرې هغه ک نردي ک شي دي مسئول دلته حکومت دی مسئول دلته جو کچیر تن نړیوال کومکونه چې نړیوالو خواستو باندې نه مني نو ته باید داسې زمينه ورته برابر کړي د خپل اوایدو نه د خپل شیرونی سه وخت ک مسئولش حکومت است و باعث شده که مردم در بدترین وضعیت همی اجبارم بکشن در پهلوی ازی سرپرست وزارت امور داخله میگه که امارت اسلامی متحد به رفاه مردم است. پس فکر نمیکنید که اینجا عملا یک تناقض وجود داره؟ خب ما در طول که چیری حکومتونه یا اسلامی امارت دغسی کلنی کلی چقدر نریوال و کلنی د اسلام در چوکار سر مخالی پیوی نو دوی باید د خپل عایداتو د خپل بودیجې سره د خپل ملي بودیجې نه د غې د پاره د کار زمينه برابره کی د غې د پاره د تعلیم زمينه برابره د خپل عوایدو نه کار وکي ولو که په ډالرو نه وي په افغانۍ وي تشکر یعنی بدیل بدله بدیل لار ورته پیدا ممنون سر تشکر اتمر صاحب چرا جهانیان کمکایشان مشروط به خواستای نامشروع میکنن ما خو فکر نکنم که جهانیان هیچ شرط را داشته باشن به خاطر از اینکه در طول همی سالها گذاشتم زمانی که مسئله قحطی بشه، مسئله بشری بشه اینجا شرایط مطرح نبشه و به هیچ باورم نیستم هیچ گاهی هم ما خودم هم در مؤسسات خارجی بسیار کار کردیم و هیچ زمان در وقت مجاهدین هم در وقت دوره اول طالبان هیچ نوع شرطی از طرف از اونایتون آمده که شما زنایتون روی لچ بیارین یا زبانایتان به سطر کنین یا مثلا زنایتان بانین که اطراف برن این تو یک چیز با ندیدیم همیشه اونا از خودشان بعض قوانین دارن که نمیخوان نظر به اون قوانین مخصوصا مؤسسات ملل متحد این قوانین جهانی است و مطابق به اون قوانین اینا خودشان رول و رگولیشنشان نیست که مطابق به شرایط هر منطقه برخورد از اینا همینطور باشه و دیگه ای که فرض میکنم حال این قسمی که شما بحث داشتین که شیرانی سر گپ سر ازیست که پوانتونا خو از کمک های بین‌المللی کمک نمیگیرن پوانتون یک نیاز دولتی بود و یا شخصی بود اینا محتاج به کمک های بین‌المللی نیست که اینا ما بگیم که کشورهای جهان سر ما شرایط وضع کرده ای خوب دست خود ماست. پانتون شخصی از کدام کمک به ایمللی اینا کمک میگیرن و کدام شرایط باز کشورهای دنیا برای پانتون های شخصی وضع بکنن یا برای پانتون های دولتی چیزهاییست که با مشکل در بین خود داریم نه در بین جامعه جهانی. مسئله سرزی است که ما اگر در مجموع سرزی توافق بکنیم که در هر کشور زبان که تغییر بیاید مشکلات است و یه چیز طبیعی است در تمام این تغییراتی که بیاد است که تغییر آمده در افغانستان با آمدن تغییر مشکلات شروع شده و این مشکل مربوط میشه به مو زمامداره مو وقت چطوری مشکل حل کرده ولی آل پیشنهاد ما مثل که کل دوستایی را بگه و کل مردم افغانستانی را میگه بدرا بین ما و شما اینمی چهار پنج مشکل داریم سرزی تصمیم بگیریم سرزی بحث بکنیم سرزی رایزنی بکنیم سرزی در بحث و در گفتمان بشینیم ما چطور بتوانیم از این مشکل بیرون شویم حال شما در کشورهای همسایه ما میبینید مثلا پاکستان است ایران است و دیگر کشورهاست زبانی که مسئله
ملی مطرح بشه، اینا کلی سیاست مدارا و احزاب سیاسی و مردم و نخبه هایی را بیشنن سر از این بس میکنن و راه بیرون رفته بر از این جستجو میکنن. مشکل اینجاست که ما زبان نداریم با مردم خود، مشکل اینجاست که با مقابل مردم قرار گرفتیم و از این خاطر ما میگیم که به خاطر شریعت اسلامی، به خاطر اساسات اسلامی ما کار نمیکنیم، در حالی که خود مولای صاحبا، خود علمای دین بر از اینا میگه که برادر این کار که شما بکنین مخالف شریعت اسلامی است. ولی دیگه شرایط بین‌المللی سر از اینا گذاشته نشده که شما مسجدهایتان خراب کنه، شما مسجد نرین، شما ضرورتان را به زور بیرون بکشه. این چیزهای خو ما ندیدیم از هیچ نهاد، از هیچ کشور. حالا سوالی است اتمر صاحب، که با وجود که همچون یک گفته وجود نداره یا همچون یک خواست مستقیما از حکومت وجود نداره، چرا یک تقابل با وجود آمده وقتی که کاردار سفارت آمریکا در واکنش به این تصمیمای آخر از حکومت سرپرست خواست که باید تصمیمایش لغو بکنه، سخنگوی امارت اسلامی در جواب گفت که هر دولت قوانین خودش را داره و خارجی ها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند؟ بله، هر دولت قوانین خود داره، در صورت که این دولت ابوقق با غیرت باشه که یک سرگنده بشه نخواهد، یک دلار شه نخواهد، یک روپیه شه نخواهد، همه امکانات از داخل کشور خود داشته باشه. باز دولت نروری بگه که شما برین پیسه تانم برین، ما نه کمک تانه کار داریم نه آرد برنج تانه کار داریم. حال مشکل باییست که یک سر برنج اگر یک سر آرد استلابی کمک اگر ناوخت برسه داره، انسان ها میبرن از گشنگی. ما در اون مقتی نیستیم که دنیا رو بگیم که ما به کمک تان ضرورت نداریم، این کار خود ماست. اگر ما این کار رو بگیم که کار خود ما، شما هیچ حق ندارین، دنیا برای ما بسیار ساده است که بگه درست است که شما برای نمیخوای با بیریم از پشتان، باز در اون صورت شما چی میکنه؟ ولی خب یک رای بدیل اگر اینا داشته باشن، خب بگه برای مردم که ما همین کمک های دنیا را کار نداریم، عربستان سعودی برای ما هم پیسه میتن، هم آرد میتن، هم تیل میتن، هم گاز میتن، هم کار برای ما پیدا میکنه. خب نمیکنه. خب اینا ما میبینیم، ببینید کشورهای اسلامی چقدر کمک کردن در طول یک و نیم سال و دنیا چقدر کمک کرد. خب مقایسه کنیم ببینیم. سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه. واسم خوش آمدید. حسن صاحب، در دیدار که صورت گرفته یک بار دیگر تاکید شده روی آغاز گفتگوهای ملی که یک بخش دیگر از معضل افغانستان است. حالا سوالی است که مطرح شدن گفتگوهای ملی در همچو شرایطی که حکومت سرپرست رو رد میکنه، میگه که نیاز نیست که این گفتگوها صورت بگیره، چی را میتونه تدایی بکنه؟ آیا فکر میکنین که واقعا مجال به خاطر آغاز گفتگوهای ملی و سیاسی به خاطر حل شدن معضل افغانستان وجود داره؟ در شرایط فعلی گفتمان ملی بر افغانستان یک ضرورت اساسی است. بعد از جنگ دوامدار 40 ساله، اشغالهای متواتر توسط اتحاد شوروی آمریکا و شکست کشورها و فرارشان از افغانستان، ما در شرایط بسیار اساس تاریخی خود قرار داریم. دیگر شرایط گفتمان ملی یک ضرورت اساسی مبرم برای مردم افغانستان است. یعنی ما چقدر بتانیم دوام بتیم این جنگ و این مشکلات را. گفتمان ملی راه حل برای وضعیت فعلی و آینده افغانستان است. تمام ملت افغانستان یک جا یک صدا به خاطر همبستگی خود در این تو یک شرایط اساس ضرورت اساسی برای گفتمان ملی دارند. اما طرف های این گفتمان ملی کی ها هست؟ شما صحبت های رئیس کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی که مشخصاً با اکثریت چهره‌های مخالف در ارتباط هست شنیدین که گفتن در حال حاضر مناسب نمی بینن که گفتگوها آغاز شوند. تحول سیاسی در افغانستان به وجود آمده، قدرت تغییر کرده، تمام افغانستان تحت یک حاکمیت است و قرار نیست که چهره های آزموده شده یه گذشته یک بار دیگر بازمون گرفته شد.
بعضی ها اشتباه با گفتمان ملی را تصور میکنند، اما دزدای عرفوی دوران غنی و کرزی با اوها باید گفتمان صورت بگیرد. اوها لکه ننگ تاریخ افغانستان هستند. بله، اما به هر حال طرف مناسب حسن صاحب، اگر نماینده آمریکا در امور افغانستان است، اگر نماینده بریتانیا است، اگر نماینده اتحادیه اروپا است، با مردم افغانستان اونا صحبت نمیکنند. صحبت هایشان همیشه با مو چهره هایی بودن که به فکر شما دزدا هستند. ببینید، این عملا ثابت شده که پول وافری را که در جریان 20 سال در افغانستان آمد، خود آمریکایی ها و شرکای افغانیشان ای را دزدی کردن، چور کردن، چپاول کردن در گوشه گوشه دنیا، یا جایدادهای بسیار وافر کافی را خریدن، با فرزندان خود راحت و آرام زندگی میکنن. اونمو دزدار اگر گفتمان با او دزدا باشه، اگر غربیان بکنه، آمریکاییان بکنه، همسایه های ما تشویق شوه او دزدا بیان در صحنه سیاسی افغانستان، عملا در مسئله سیاسی افغانستان اشتراک بکنن، یک جفای تاریخی بر مردم افغانستان است. اونمو دزد و چپاولگر پس در صحنه بیارن. گفتمان با او باید به صورت قطع صورت نگیره. یکی از کارهای خوبی که دولت طالب ها با قدرت رسید، اینمی دزدا، رهزنا، چپاولگردا از افغانستان پاک شد، کلشان فرار کردند. افغانستان فعلا در یک شرایطی است که ملاها در قدرت هستند، مولایی ها در قدرت هستند، ولی بسویه از دزدی هست اینجا، رشوت هست. بسویه از او که شما یک ورق عادی تا نمیبرین از دست از دزدا، هیچ از دفتر برآمده نمید تا جیبتون رو چور نمی کنید، در سرک گشته نمیتونید، هیچ چیز نمید. امروز یک امنیت در افغانستان وجود داره، یک شرایط امنیتی وجود داره، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب افغانستان شما سفر میکنید. یک دوم، یک مسئله از این است که مشکل اساسی افغانستان مشکل اقتصادی است. افغانستان از نگاه تولیدات داخلی خود خودکفا نیست. یکی از پروژه های بسیار جدی را که طالب ها در حال تطبیق کردن است، پروژه خوشتیپه است. این گدام افغانستان میشه. افغانستان از نگاه مواد خوراکه ایشالله خودکفا میسازد. طالب ها اگر بتانند بندهای برق و بندهای اساسی را در افغانستان ایجاد کرده بتانند، در این یک شرایط افغانستان خودکفا شود. برق ضرورت اساسی افغانستان هم است، ولی کارهای بسیار جدی صورت بگیرن. بحثی است که دنیا نسخه خاص خود دارن، اونا همیشه گفتمان ملی را مطرح میکنن به عنوان یک راه حل، هرچند که تصمیمایی در داخل گرفته شود. زیاد کارساز نیست، به خاطر که تغییرات جهانی وجود دارد. حداقل افغانستان یک ماه در ماه گذشته برق نداشت، به دلیل از اینکه تغییرات بانکی بود و نمیتونست پول صرفه برق به ازبکستان تحویل بکنه. وضعیت تا این حد ناگوار است. دنیا میخواد که همین گفتگوها صورت بگیره. در مقابل تحلیل چی بوده میتونه؟ یا اگر گفته شده که همین چهره ها قابل قبول نیستن برای مذاکره، وقتی که دنیا رویش پافشاری داره، چی باید شده؟ ببینید، افغانستان قطع رجال نیست، فقط در رأس قدرت باز همون دزداره برند. افغانستان شخصیت های بزرگ وجود داره، جورنالست های بسیار معظم میتونند شخصیت های بزرگ بالا بکشند، برای مردم افغانستان معرفی بکنند. مردم های دلسوز بسیار در افغانستان وجود داره. جوان های تحصیل کرده بسیار بسیار اساسی تحصیل کردن، بسیار جدی تحصیل کردن، یا وجود داره. این شخصیت ها را بیان در رأس مؤسسات قرار بدن، بر خدمت بر مردم خود افغانستان یا تلاش خوبی را میکنند، میتونند نتیجه بدن. اگر شما پس امو دزدار بیارین، امی کاری که در حال انجام شدن یکان کارهای اقتصادی خوب است، اما را شما از دست میتین. شما فکر کنین اگر دولت غنی اینمی پروژه خوشتپر اگر اجرا میکرد، امروز 80% اموال از ایف و میل میشد. امروز به سرعت اساسی بسیار جدی جریان داره و ما امروز اطلاع حاصل کردیم تا پول حیرتان از طرف قندوز امو بخش امو طرف پول حیرت منطقه حیرتان سرک حیرتان رسیده. یعنی یک کار بسیار جدی جریان داره. سپاسگزارم. شیرونی صاحب، چرا امارت اسلامی به این باور است که در حال حاضر نیاز به گفتگوهای ملی نیست؟ گوره دغه نسن صاحب شی خبرت اشاره وکد، گوره دغه کله چی
جغرافیا باندې د افغانستان په ټوله جغرافیا باندې اسلامي امارت کنټرول لري، هغه خلک چې غله و دزدان و جنگ سالاران و مختلف حکومتونه و په هر ځای، حتی په کابل کې د ولایت خودسه کوي، په ولایتو کې خودسه کوي، هر والی و پاچا و هر زورواکی پاچا و هر مقتدر پاچا و حتی عادی اربکی هم هلته قدرت وړ و او د مرکز حکومت یعنی د کابل هیڅ امارات هلته اجرا کېدل نه. نو راځئ دوته چې دغه رای حل دې ته پیدا شو، دغه د قدرت جزایر له منځه لاړل، دلته یو قوي مقتدره یو داسې حکومت یک بس یک دستاورد از همه یوره قبول دارن که جزایر قدرت از بین رفته. حالا فرض میکنیم که با این دزدا که همگی حالا روشمی نام میگذارن مفاهمه و گفتگو نشه، یا حداقل طرف نباشن، هزاران چهره دیگه وجود داره که حداقل گفته میشن میتونن کارساز باشن، چرا با اونا گفتگوهای ملی آغاز نمیشه؟ خود از تماس کمیسیون دمدی د پاره جورسه و هم دمدی د پاره د لار تعقیب کله چې تاسو راسه هغه زمونږ کادرونه هغه زمونږ متخصصین هغه زمونږ کغه په اقتصاد کې دی هغه په انجینری کې دی هغه په پوجی په پاوچ کې دی متخصصین زمونږ اپا نور اداراتو کې نور بخشونه کې متخصصین دی زمونږ استادان تل دی زمونږ روشن پیکران ته هغه کسان چې ماسترۍ لري دکترا لري په مختلفو بخشونو کې د غې د پاره د لار دوی ونی ولا چې تاسو راځي شما تمام... که امی قضایا را تعقیب میکنین هم روزه دستاورد کمیسیون چی بوده؟ خود دستاور خود کمیسیون تر یو حد پورې و ځکه چې اتفاقا تمام مردم انتقاد میکنن از کار کردشان، چهره هایی که آمدن امرایشون موافق نیستن. خو هغه خلک چې دوی را غوښتي دي د دوی د پاره د دوی د پاره را د غل تماس کمیسیون جوړ شو د دوی د پاره ژغ دا و اواز دا و چې داسې خلک برازي چې د افغانستان به بیرته جوړوي. اوس مثال د خبرې وزیر صاحب دفاع په بار بار د خبره وکړه چې زمونږ هغه کدرونه چې هغه په وزارت دفاع کې ورته ضرورت دی هغه د راشي او زمونږ هغه ورونه هغه که محصلین دي که هغه د محصلې له دورې نه خلاص دي هغه زمونږ کدرونه دي هغه د راست په که هغه پیلوټان دي نو هغه کوم کسان چې راغلي دي بیرته حتی وزیر صاحب دفاع ډېر ښه نوازش کړي دي هغې ته دغه پخوانه امتیازات هم زیات ورکړي هغه یې سمدستي په وظیفو باندې همداسې په وزیر صاحب داخلا هم دا کار کړی دی همداسې په مختلفو وزارتونو کې نو چې څوک نه راځي هغه داسې هغه ځانونه یې داسې کړي دي چې مونږ درځو زمونږ چې څنګه زمونږ درځو تاسو به مونږ سره حکومت نیمی کوئ زمونږ سره به وزارتونه تقسیموئ لکه پخوا د تقسیم فرموله یې جوړه کړې ده چې زمونږ لیا په قومونو لیا په ژبو لیا په ولایتونو زمونږ سره دغه رای حل نه ده. رای حل دا ده چې تر راست د خپل فکر نه د خپل استعداد نه د خپل تخصص نه کار واخله دغلته په افغانستان کې دغه د افغانستان هغه وګړي چې حداقل اگر زیاد خوشبین نباشیم شیرانی صاحب قسمه که شما اشاره میکنین بسیاری از چهره های وجود داره حداقل در بحث هایی که هر روز در تلویزیون میشه این چهره ها هستند مطرح میکنن دیدگاهشون اما واقعا یک میکانیزم روشن که از این چهره ها و نخبه ها استفاده شود فکر میکنین وجود داره؟ گره مونگ خپل په اسلامی امارت باندې در رخ کو له دغه تریبون څخه په مختلف تلویزیونونه له مختلف رسنیو هم دغه دعواز پورته کړی چې ګوري دغه ستاسو کابینه دغه ستاسو کچری په کابینه کې سیده پراس کې ده زمونږ مولوی صاحبان وي زمونږ هغه خو مګر موینان د وزارتونو باید متخصصین وي باید هغه څوک وي چې هغه تخصص ولري ګوره هر وزارت کې ګورم غوتری ها د پوری دوی د کار کړی مثال د خبرې بعضی مسلکی وزارتونه دي مثال که وزارت صحت عامه مثال وزارت اقتصاد کې دوی مهم مسلکی لري مثال په وزارت تجارت کې دوی خپل تجارت وزیر یو مسلکی سره دی تاجر دی هم داسې په مختلف زی. نو موږ وایو چې نه دا پروسه نور هم پراخه کوي نور یې هم وسیع کوي یعنی هغه کدرونه چې هغه زمونږ په ملک په سرمایه په مصرف شوي دی سکالرشیپونه باندې پیسې مصرف شوي دي خارج ته د تحصیلاتو لپاره تللي دي هغه باید را وغوښتل سي له هغې نه کار واخیستل سي هغه مونږ د دې طرفدار یو هغه که په خصوصا ګوره په افغانستان کې قطع رجال نه دی چې یوازې مغه دزدان مغه غله د حسن صاحب خبره نور خلک سي دلته پروفیسران سته دلته غله نشته دلته سم خلک سته دی وطن ته دین ته ژمن خلک سته له هغې نه د استفاده وکړي هغې ته د اسلامي امارت هغه ورکړي فرصت ورکړي چې د ملک ګوره د کوشتپې کانال کې زمونږ ټول مسلکي خپل انجینران دي د افغانستان انجینران هلته خو ملا انجینر نه دی
پک راس کی به ملاقات را لری نور ټول کارونه ګوره هغه سی کارونه اوس د کابل شاروالی کی تاسو فکر وکړئ د کابل شاروال یو ملاد خپل شاروال سو نور سی څوک دغه کم یک د کابل دغه شایستی سی اوس راوستلای دی په چوکونو کی په څلور لارو کی په د کابل سړکونو باندې کار د ټول مغه په خوانی انجینران دی یو وسنی نیو انجینران دی ټول ما ډیزاین کوي مغه نو ټول متخصصین هغه سی په کار دی خو دغه له بهر نه سناریو ویل کی موږ چې نه دوه ته نورم غ پراخواله ورکه د کابینه نورم غ کی بخ پراخه کی هغه خلک چې متخصصین دي ش خلک دي او واقعا د وطن ته دین ته جمن خلک دي هغه په دې کابینه کې ځای پزای کی ولتون استفاده وکړي. ادامه یه برنامه پس از وقفه. بسم خوش آمدید. اتمر صاحب چی فکر میکنین که در حال حاضر چی باید شود؟ تصمیم های عمده که در داخل باید گرفته شود چی هستن؟ و چقدر واقعا فکر میکنین که جهانیان هم اراده قابل توجهی به خاطر حل معضل فعلی افغانستان داره؟ من فکر میکنم که افغانستان باید کوشش بکنه که جهان را به خود جذب بکنه تا ای که اینا خود از جهان منزوی بسازن، زبان تعامل داشته باشن با دنیا، خواسته هایشان مورد دقت قرار بدن، مورد مطالعه قرار بدن. دوستان اینجا فرمودن، خودتان هم فرمودین که در داخل افغانستان هم ما انجینیر داریم، هم دانشمند داریم، هم ساینسدان داریم، هم متخصص داریم، هم وطن پرست هستن اینا، هم با تجربه هستن اینا. ضرور نیست که لباس خارج مردم ها را بخواییم. بیاین اول از چیزی که ما داریم شروع بکنیم. همی کسایی که در داخل افغانستان هستن به همینا یک مراجعه بکنین و از شنیدن از اونا، از پیشنهادات از اونا شما بر خود راهکار بسازین. ای که ما شک داشته باشیم سر تباب افغانستان، سر 40 میلیون افغانستان، ما از نظر شک بنگریم و با او افغان هم که در بیرون است سر از اونا هم شک کنیم، ما گزاره ما که دی مردم نبشه. رژیم ها با هر قدر قوتی که آمدن، زبانی که زبان زور استفاده کردن، زبانی که در کنار مردم نبودن، اونا سربنیست شدن و نابود شدن و میشن. این قانون تاریخ است. در هیچ کجای دنیا شما رژیم را ندیدین که او رژیم که با زور سر مردم حکومت کنه او رژیم بقا داشته باشه. اول در کشور خود ما اینمی امپراتوری ها را دیدین، آمدین اینجا شکست خود رفت. با فکر میکنیم یک درس خوب تاریخی است بر رهبرای ما که از این بیاموزن و آموزشش چی است که مراجعه بکنن برمی دانشمندا، برمی علما، برزمی علمای اسلامی، برمی فقها، برمی مشران قوم، برمی ریش سفیدا، برمی دانشمندا، برمی چیز فهمایی که در داخل کشور هستن، نظریات از اینا را بگیرن و مشوره از اینا را بگیرن. ما کار خوب خوب میگیم. از این شاروال سب یعنی با کابل ندیدیم دوید چهار سال، ولی توصیفش هم بشنم. خدا زنده داشته باشش، خدا دیگم توفیق بده. هر کسی که هست یعنی مردم قدرش هم بفهمه. ایتو نیست که شاروال اگر طالب است، اگر غیر طالب است، هر کسی که هست مردم نظر به کارکردش را ارزیابی میکنه و این کارکردش فراموش هم نمیشه و از بین هم نمیره و مردم برش دعا میکنه. ما اینی را میخواییم که هر کسی که باشه در رهبری افغانستان، کسی باشه که به خیر و به فلاح وطن کار بکنه، کسی باشه که ایرمی مشکلات مردم دیده و راه و چاره را پیدا بکنه که افغانستان از این مشکلات بکشه. کس برمه این مطرح نیست که کی رئیس جمهور است، کی وزیر است، کی صدر اعظم است، کی چی است. برمه این مطرح است که چی میکنه برای وطن. سپاسگزار هستم. حسن صاحب، رای حل چی است؟ ببینید، رای حل آدم در خانه خود
به خاطر آبادی خانه خود، به خاطر رفاه خانه خود، زندگی خانه خود، هر انسان، هر فرد یک جامعه تلاش میکنه، ولی یک دولت بر رفاه اجتماعی جامعه خود، مردم خود تلاش همه جانبه بکنن. اتمر صاحب از شاروال یاد کرد و شاروال واقعا کارهای بسیار جدی را میکنه. من شاروال کابل یک خواهش دارم، کابل یک پایتخت بزرگ است در منطقه، کابل قلب افغانستان است، کابل مرکز افغانستان است، لطفا روی کانالیزاسیون کابل در این شرایط کار بسیار جدی بکنن که کابل از این بوی کثافات گم شود. کانالیزاسیون راه حلش در کابل بسیار ساده است، وسایل تکنیکی بسیار مدرن در زمان آمریکایی ها در افغانستان بودن، از تمام نقاط دنیا افغان ها آوردن، این وسایل بسیار کافی وجود دارد. اگر کانالیزاسیون را شروع بکنن در یک سال، دو سال، سه سال شاید را تکمیل بکنن، شهر ما پاک میشه، صاف میشه، منظم میشه. یک پیشنهاد برای شاروال کابل داشت. ببینید دیگر رفاه اجتماعی مردم میگیم، تقریبا در حدود 3 میلیون افغان مهاجر شدن، چی در آمریکا، چی در اروپا، چی در ترکیه، پاکستان و یا ببینید ایها کار میکنن، بر فامیلای خود کمک میکنن. شما در صرافی ها بریم، در داخل سرای شاهزاده و شهرهای دیگر شما بریم، مردم چطور قطار است، روزانه هر کس برای فامیل خود $100، $50، $200 راهی میکنه، یعنی مستقیم برای فامیل ها کمک میشه. یک مثال براتون میتونم، تاجیکستان کشور همسایه ماست، 50% بودجه تاجیکستان از همین مهاجرین اکمال میشه، 40% بودجه ازبکستان از همین مهاجرین اکمال میشه. این دو کشور همسایه را من مثال دادم. بنابراین مهاجرت یک ضرورت است، بخوای نخوای مهاجرت ها یک سیاسی و یک اقتصادی است. فعلا مهاجرت های افغان ها بسیار زیاد شده در دنیا، آینده ای که مهاجرها برای وطن خود کمک میکنه یک آینده درخشان است. یک مثال دیگه براتون میتونم، 3 میلیون ترک بعد از جنگ دوم جهانی آمدن برای آبادی آلمان، علومو 3 میلیون ترک امروز در حدود 11 میلیون 12 میلیون آلمانی ها را کار داده، ولی اگه همون 3 میلیون اقدر پول پیدا کردن رفتن کشور خود ترکیه را آباد کردن، ترکیه را یک کشور بسیار مدرن ساختن. اما مهاجرین یوگسلاوی ها را در زمانش آباد کردن. مهاجرین برای وطن خود بسیار موثر است، برای آینده وطن خود بسیار موثر است. کنیم یک مثال براتون بسیار ساده میتونم، ما افغان هایی که در سویدن زندگی میکنیم در حدود 300 الا 3.5 دکتر سالانه بر جامعه سویدن افغان ها تقدیم میکنند. 80% از دختراست، دخترای افغان اکثریتش میرن تحصیل دکتری را میکنند، در جامعه سویدن دکتر میشن. این کادر بسیار ورزیده است، در آینده افغانستان یا بسیار موثر میباشد. بنابراین یک دولت مسئول، یک دولتی که برای وطن خود، برای مردم خود آینده را روشن ببینه، کارهای جدی را بکنه، کارهای اساسی را بکنه، اما تمام مهاجری که در دنیای غرب وجود داره بر مردم خود کمک میکنه، همکاری با دولت خود میکنه. سپاسگزارم. شیرانی صاحب، به عنوان آخرین پرسش نظر شما را میخواهیم داشته باشم، چی باید شوه؟ گوره ده هر حکومت مسئولیت چی ده خپل و وګړو ده پاره، ده خپل و خلقو ده پاره، طول لازمه خدمات، اولیه خدمات باید تر سره کی. که چیری ده حکومت ده نړیوال غشتنی نمینی، ما تا تول که چیری ده نړیوال پیسیل یا ده نړیوال کمکونه داوی چی مشروط مگ نمینو، نو باید راه بدیل ارتا پیدا کی. لکه وز پزیر بینایی کارو که وز الحمدلله اسلامی امارات وکولای سوال چې د خپل بودیجه نه د ګوشتې پیغون د کانال لوی پروژه تمویل کړي، همداسې د کابل کندهار، کابل هرات لاره په کار جریان لري، همداسې د سالنګونو کارونه جریان، همداسې کابل شاروالی مثال د خپل بودیجه نه د خپل عواید نه د کابل د زینت لپاره د کابل شار. نو اوس که چیرې اسلامی امارات نړیوال مرستې مشروط نه غواړي، نو اسلامي امارت ته پکار ده چې د خپل عادي بودیجې نه، د خپل انکشافي بودیجې نه رای حل پیدا کړي، او خپل وګړو ته هغه که ښځینه دي که نارینه دي، د هغې دپاره د کار زمینه برابره کړي، د هغې دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. دا په حکومتونو باندې، خصوصا اسلامي حکومتونو، دا مسؤلیت لري. ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله د مدینې په کوڅو کې له شپې ګرځېده، د خلکو احوال به یې کوت چې کوم کور کې مشکل دی، هغې
دقیق هر کور مشکل بده خپل حل کولا. نو اسلامی امارت هم باید امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تګلار باندې یو قدم کیږي او دغه په لار روان شي او د خپل خلکو هوا کتر هوا د وزګوره دغه د گدایګر او د سوالګرو مسله په کابل کې تر حد پورې حل کړه. وزګوره دغه د پاره منظم کمیسون جوړ کړه، دغه د پاره کار وکړ، گدایګر راټول کړ، هغه بایومیټریک کړ، څوک چې مستحق و دغه د پاره د میاشتې په کور کې چې یو کس دی دغه د پاره 2000 روپۍ د میاشتې معاش تعین کړ، او هغه کسان چې مثال په کور کې 15 ویل د 1000 معاش ته وکړ، 12 ویل یا 10 ویل 20 معاش، نو دا یو کې د یو وخته پورې دوی کولی شي تر دې نه استفاده کړي. او بعضي خلک بیا په دې باندې هم انتقاد کوي چې دوی دا پیسې له کومه کې خود دوی پیدا کوي، د خپل ګمرکاتونو خپل عایداتونو د خپل غنې پیدا کوي. ګوره اوس موږ د 15 لکه مامورینو د ماشین څو کور کې خو دغه عوایدونه ورکه همدغه سي اسلامي امارت کولی شي. خود یو څه موږ ته هم صبر او حوصله په کار دی چې د خپل حکومت سره د خپل امارت سره همکاري وکړو. او امارت ما درته که چیرې امارت په نړیوالو مرستو مشروط نه غواړي، نو امارت باندې زه درځ کوم له دغه توربین څخه ځکه چې خپل وګړو ته که غنوري نه دی که شي نه دی دغه د پاره د کار زمینه برابر کړئ اشتغال زمینه برابر. سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.